سلام عزیزان، همراه شما در کانال اندیشه و قلم سفر می‌کنیم به تهران قدیم. خیابان‌ها و اماکن تهران قدیم. کلاس یعنی خلاپا کن، یعنی کسانی که مستراهای پر و تخلیه می کردن و یه مختصر اطلاعی هم از بنایی های مربوط به اون داشتن که طوقه های ریخته چاه رو می چیدن، نشیمن های خراب رو تعمیر می کردن. یک نوع دیگری هم داشتند که خود کناس بود و از تنبل های این صنف بودن و از ممر پستر اون آیدی داشتن. کار این گروه کندوکاو و تجسس در میانه نجاسات بود و از این طریق کسب معاش میکرد. همونطور که گفتیم نشیمنهای مستراهای عمومی مثل مستراهای مساجد و حموم‌ها مانع و حفاظ نداشت. اگر شیعی از کسی می‌افتاد، مستقیماً تو انبار اونا داخل کثافات می‌شد و فقط کناس بود که با دریافت دستمزدی می‌تونست با پامالی و دستمالی اون رو تحویل اون آدم بده. البته این مخصوص اشیای قیمتی مثل کیف و کیسه پول و انگشتری پنجتن و آیدار و از این قبیل چیزها بود که ارزش خرج و اجرت کناس داشته باشه و صاحبش از سقوط اون مطلع شده باشه. اشیای کمبهایی مثل اسباب جیب، مثل جام و زنجیر و چاقو و پاشنکش و این قبیل چیزها که چشم پوشی می شد و برای کناس می موند. کناس هر چند روز یک بار به یکی از این انبارها که جزء حدود سرقفلیش بود و حق آب و گل نسبت به اون داشت وارد می شد و برای خودش جستجو می کرد. گاهی اوقات هم از ذوق چیزی که پیدا کرده بود متوجه بالا سرش نمی شد و از سر و بر هم ملوث می شد. تنها چاره کار این بود که صداشو بلند کنه و به طرف بگه که آقا خودتو یه دقیقه نگه دار تا خبرت کنم. و چه بسیار مواقعی که این صدای نابهنگام از بن چنان مغاک تاریک سهمگینی باعث وحشت کارگزار شده و اون رو دچار غش و سقوط میکنه. از جمله لوله این خانه های مرغوب شهر، اول لوله این خانه مسجد شاه بود که با زمینی معادل 1000 و چند صد متر مساحت بزرگترین اونها بود و 40 دهن مستراح در اون بنا شده بود. با سرقفلی معادل 30-40 هزار تومان و روزانه 10-12 تومان آیدات خرید و فروش می شود.
و بعد از اون لول این خانه مسجد جامع بود که 12 تا مستراح و روزی 4 تومان اجاره داشت. بعد از اون لول این خانه مسجد سید عزیز الله و مسجد ترکا و مسجد سراج الملک و مجد بود که از روزی 3 تومان تا 5 قران اجاره می آوردن. این مستراح ها مکانهایی بودند که هرزگان و بدکرداران از اونها هم استفاده می کردند. محلهایی بود برای شعار نویسی و خالی کردن عقده‌های دل و ناسزاگویی به این و اون که دیوارهای اون رو منقوش می کرد. به این ترتیب که با قایت خودشون شکل شخصیتی رو می کشیدن و بر پیشانیش اسم او رو می نوشتن. یا با زغال و گچ و مداد مطالبی از این قبیل می نوشتن که شاگرد یا پسر یا برادر فلانی رو به این مبال آوردم و جای شما رو خالی کردم و با نام و نشان از این و آن اسم برده و ناسزاهایی که به استاد و ارباب و دولت و ملت گفته و پیغامهایی که به این و اون می دادند و اشعاری که از ذکرشون معذوری و بیشتر از همه از نام دولتیان مزین می دادند. از دکانهای خیابان ناصریه دواخانه شورین بود که دواهای فرنگی می فروخت. ماجرای دواخانه شورین رو باید براتون تعریف کنم. این دواخانه شورین با ورود اطبای خارجی به ایران و به نام دواخانه مظفرالدین شاه و دارالخلافه دایر شده. مشتریان و مراجعین این داروخانه منحصر به اروپایی‌های مقیم تهران و اعضای سفارتخانه‌ها و خیلی کم اهالی بومی بود، مگر اینکه به فکر لودگی و مسخرگی و آزار و اذیت باشند. به این ترتیب که چون دواهای فرنگی رو همون جوهر داروهای ایرانی می‌دونستان، برای تحقیر دواهای فرنگی یه روز یکی مراجعه میکرد و میگفت جوهر گندم میخوام. جوهر گندم نام ادیبانه مدفوع آدم بود و وقتی شورین ساده و بیخبر اظهار ناآشنایی میکرد، از میون دستمال یا کاغذ مدفوع خشک یا تری رو بیرون میآوردن و میگفتن از این میخوام. یک روز هم کپسول ریش دراز ازش میخواستن و پشگل بز نشونش میدادن و یا قرص قمپاره ازش میخواستن، چون دربارش تحقیق و پرسش میکرد از پایین صدایی در میآوردن و فرار میکرد. ماجراها که سینه به سینه هم نقل شده، شرطیه که کسی میبنده تا وسط دواخانه رفع حاجت کنه. میاد و از شورین نفت میخواد. چون شورین میگه نداره و به اون جواب رد میده، میگه به دواخونهی که نفت نداشته باشه باید رید، و تنبانش رو پایین میکشه وسط دواخانه تقوت میکنه که بعضی میگفتن این شرط برای 3 مرتبه بوده. به این ترتیب که شورین برای اینکه یک بار دیگه به این محظور برنخوره،
نفت هم میاره. مردک یک روز دیگه میاد و باز هم سراغ نفت میگیره و شورین جواب مثبت میده و از اون طلب ظرف میکنه. مردک میگه به دواخونه‌ای که قاطی دوا نفت بذاره باید رید. تا مرتبه سوم که وارد میشه و از نفت سوال میکنه. شورین میگه چه کار به داشتن و نداشتنش داری؟ کارتو بکن و قائله رو ختم کن. او تنها کاسب فرنگی بود که تونسته بود با این احوال و مشکلات مقاومت کنه و خودش رو حفظ کنه. اما با همین کارهایی که با اون و داروخانش انجام دادن، تعریفش به این طرف و اون طرف می رسید و در اندک زمانی چنان معروفیت پیدا کرد و شهرت گرفت که از جمله سرشناسترین مؤسسات در اومد که شاید با مخارج سنگین اعلان و خرج تبلیغ زیاد هم هرگز کسی به اون شهرت نمی‌رسید. شاید هم همین احوال باعث شد که هر هوچی و زیرک و فایده جویی در شناسوندن خودش متوسل به وسایلی دشنام ساز بشه و بعضیا تا زمینه مقام و منزلتی براشون فراهم و وجیه المله میشن، برای خودشون به صورت مخالف دولت تا به حبس افتادن و تبعید پیش می رفتن. آی زولف، آی زولف، آی زولف تلو لرو 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 آی گرد و قنام به آی کتو لرو لرو اون صورت تو با چال چوله سک قسمت تو بشه با طوله آی شنبل قورینا بده ما چی منن اینا آی شنبل قورینا به قرونت من اینا آی زولف آی زولف آی زولف تلو لرو 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 آی گرد و قلم به آی کتو لرو لرو من قربون هیکل قناست الهی که بلا نخوره به جونت آی شنبل قورینا به قربونت من اینا آی شنبل قورینا به قربونت من اینا آی زولف آی زولف آی زولف تلو لرو 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 آی گرد و قلم به آی کتول لرو لرو خیکه شکم دهن چو گاله مجگان تو مثل دست بیله آی شنبل قورینا به قربونت من اینا آی شنبل قورینا به قربونت من اینا آی زولف آی زولف آی زولف تلو لرو 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 آی گرد و قلم به آی کتو لرو لرو من در عجبم که هر دو چشمت مانند چش وزق میمونه آی شنبل قورینا به قربونت من اینا آی شنبل قورینا.